طرح حکومت انگلیس با هدف مبارزه با افرادگرایی باعث تبعیض و نقض حقوق مسلمانان شده است این در حالی است که این مسلمانان یا شهروندان انگلیسی هستند و یا خود از اقدامات تروریستی سنی های تون رو به این کشور پناهنده شدند همکار علی اکبری گزارش میدهد به تازگی گزارش جدیدی درباره ارزیابی استراتژی چند میلیون دلاری دولت بریتانیا برای مقابله با افراد گرایی که به عنوان پرونت شناخته می شود و اولین بار پس از بوم گذاری های لندن در سال 2005 ارائه شد در این کشور منتشر شده است. میلیون ها پوند از این بودجه به مناطقی با درصد بالای جمعیت مسلمان داده شده که در این طرح با نام رمز PPAS مناطق مسلمان نشین دارای اولویت شناخته می شوند. دولت بریتانیا انتقادات از این استراتژی خود را رد می کند و مدعی است این طرح بخش مهمی از کار ضد تروریسم است که از سال 2012 از افراد آسی پذیر در برابر تروریسم محافظت می کند. بسیاری از مردم و نه تنها فعالان اجتماعی و گروه های حقوق بشر بلکه حتی اعضای پارلمان و گزارشگران ویژه سازمان ملل انتقادات و نگرانی هایی را در مورد این واقعیت بیان کردند که این تر به جای توقف افرادگرایی به طور بلقوه باعث تقویت آن می شود. قربانیان این تر جامعه مسلمانان بریتانیا هستند که بار سنگین تبعیض را به دوش می کشن و کودکانی که در مواقعی بدون اینکه والدینشان بدانند توسط ماموران اجرایی طرح پرونت بازجویی میشوند بیش از پنجاه درصد از اقدامات در این طرح مربوط به جوانان و کودکان است که شامل کودکان چهار ساله و کودکان دبستانی می شود در حالی که هیچ احتمالی وجود ندارد که آنها در معرض خطر کشیده شدن به فعالیت های تروریستی باشند. گزارش های نادرست از به گفته آنها توطعه اسلام گرایان برای تصرف مدارس در بیرمنگام در سال 2014 که باعث را زندگی و شغل ده ها معلم به خطر بیفتد یکی از پیامدهای های این طرح است. با وجود ناکامی های آن اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت انگلیس ممکن است طرح پرونت را به کشورهای دیگر که برخی دارای سوابق حقوق بشری مشکوک هستند صادر کند نویسندگان این تحقیق و سایر منتقدان میگویند این طرح نجات پرستانه است اسلام حراسی را تقویت می کند و مشروعیت میبخشد. بخشد بنابراین باید یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود این طرح در حالی به اجرا آمده که کشورهایی مانند انگلیس پیش از این با سوء استفاده از شعارهایی مانند آزادی بیان به گروه های تروریستی اجازه فعالیت و عضوگیری داده و حتی این گروه ها را با سیاست های خود همراه ساخت.